واشنگتن پست میگه تصاویر رو به دست آورده، تصاویر ماهواره‌ای هستن اینها، که در قبرستان معصومه قم تعداد بسیار بالایی گور حفر کردن، به نحوی که انقدر این گورها زیاد و گسترده است که از آسمان، یعنی از در واقع مدار زمین، ماهواره‌هایی که در مدار زمین میچرخن موفق شدن که اینها رو پیدا بکنن و نشون بدن. ببینید هموطنان عزیز، اینها گورهای دست جمعیه که تا چند وقت پیش در به اصطلاح قبرستان معصومه قم نبوده، احداث کردن و سری به سری داره پر میشه. هم قبرهای خالی دارید، گورهای خالی دارید که معلوم نیستش برای چند نفر در نظر گرفتن، و هم اونهایی که پر شده روش خاک و آهک و اینها ریختن. خب شما به من بگید هموطنان عزیز، اگر 514 نفر میگن در سطح کشور فوت کرده، این گونه هست، ما که خبر داریم در گیلان و در تهران و در خوزستان این سوی آن سوی همه دارن جسد دفن میکنن، فقط اینجا در قم و در این مرکز چند نفر رو شما دفن کردید؟ این قبر چند نفره؟ به طور دقیق تر عرض بکنم، با توجه به مقیاس این تصویر، این قبر چند هزار نفره؟ چند هزار نفر رو این توی این چند قطعه دفن کردید؟ ببینید این سوالیه که مطرحه، که شما با رژیمی طرف هستید که به هیچ عنوان نمیتونید در بیابید این چیکار داره میکنه. آقای نمکی وزیر بهداشت اومده حرف جالبی زده، میگه که آقا اینا دیگه کی هستن، این چه مردمیه میگه ما داریم و اینها، میگن ها چی شده، میگه بابا ما این همه داریم میگیم، این همه داریم نمیدونم اعلام خطر میکنیم و چیکار میکنیم و اینا، بازم مردم همینجوری واسه خودشون میرن بیرون و میان، انگار نه انگار که کرونا هست و قتل عام داره میکنه و نمیدونم واسه خودش از این ماجراهای این شکلی، و اظهار تعجب کرده آقای نمکی که چرا گوش نمیدن مردم، چرا حرف گوش نمیدن، چرا رعایت نمیکنن این مسائل و اینها رو. بذارید یه توضیح برای این نمکی بی نمک بدیم که دوزاریش بیفته برای چی مردم دارن اینجوری رفتار میکنن، و این خیلی مهمه بینندگان عزیز، برای اینکه تلفاتی که داریم در موردش صحبت میکنیم، این تلفات به طور واقعی چند هزار نفری، به طور رسمی چند صد نفری، که اصلا مسخره به نظر میرسه. اگر دارید قبرای دست جمعی در قم واسه خودتون درست کردید و دفن میکنید، این نشون دهنده اینه که نه، به صورت خیلی جدی آمار بالاتر از اون چیزیست که دارید میگید. بفرمایید. انتقاد وزیر بهداشت از بیتوجهی مردم به شیوع کرونا. آقای سعید نمکی اومده گفته مراکز خرید و خیابان‌ها همچنان شلوغن، انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. او از مردم خواست که در خانه‌های خود بمانند. حالا ببینید ماجرا چیه هموطنان عزیز. دیدید این سوی آن سوی الان در مورد این ویروس دارن زیاد می‌نویسن، زیاد صحبت می‌کنن. و یه واژه‌ای که حتما خیلی شنیدید عبارت است از بی‌اعتمادی. میگن مردم نسبت به رژیم، حکومت، دولت بی‌اعتمادن. مثال میارن، میگن در چین، در کره جنوبی مهار کردن، کنترل خیلی جدی رو به کار بستن به اصطلاح، و این نشون میده که چیه؟ نشون میده همکاری وجود داشته. تمام، حالا من یک دو موردش رو نشونتون خواهم داد، همکاری جدی بین نهادهای دولتی، مقامات دولتی با مردم، مردمی که یا به عنوان شهروند باید رعایت بکنن یه سری چیزا رو، یا به عنوان داوطلب باید همکاری بکنن. میگه چون بین اینا هماهنگیه، چون حرف هم دیگر رو میخونن،
لذا موفق شدن کار رو جلو ببرن و جمع جورش بکنن. حتی در ویتنام الان دارن به عنوان مثال موفق نام میبرن، سریع جمع جورش کردن، نذاشتن گسترش پیدا کنه. نوبت به نظام نکبتی آخوندی که میرسه، میبینید که همه چیز برعکس میشه. میگن بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی، کاملا هم درست، به اندازه سر سوزنی از عظمای کثافتش در رأس نظام تا اون بسیجی بوگندو در خیابان، کسی نسبت به این نظام سر تا پا دروغ و جنایت اعتماد نداره. ولی لذا هرچی که میگه، نه بابا نه نه. اما بذارید بینندگان عزیز، در این برنامه چون میدونم که خوشبختانه از این برنامه در داخل کشور استقبال میشه و فرصتی هستش که بتونیم با شمار بیشتری نسبت به برنامه های دیگهی که شاید داریم صحبت بکنیم، من این نکته رو یه ذره باز بکنم که موضوع بیعتمادی که همه دارن در موردش صحبت میکنن هست، ولی اجازه بدید من از منظر یک جامعه شناس وارد قضیه بشم و یه تحلیل کوتاهی بکنم در مورد اینکه چی داره رخ میده و چرا به قول نمکی مردم همینجوری تو خیابونا میرن و میان و مسافرت میکنن و اینها. ببینید برداشت من اینه، هموطنانمون میتونن در این مورد اظهار نظر بکنن. میدونید که ما شماره به اصطلاح واتساپمون رو دائم در برنامه های راه میدیم، الان هم پایین صفحه میبینید 2018-518-22. بعد از اینکه شنیدید این نکته ای رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم، نظرتون رو بدید که آیا این گونه هست؟ شما عزیزان داخل کشور فکر میکنید این نکته ای که دارم عرض میکنم صحیحه، نیست؟ چقدرش میتونه واقعیت داشته باشه یا نه؟ برداشت من به عنوان یک جامعه شناس اینه از شرایط کنونی و این نوعی از ولنگوبازی که در رفتار مردم دیده میشه. شما وقتی که اومدید در طول 4 دهه زندگی مردم رو گره زدید به بحران، به فاجعه، به اتفاق، به حادثه، از همون ابتدا با داستان کشتارها شروع کردید، با داستان کشتار عرب‌های خوزستان، کشتار مردم بی‌دفاع کردستان، کشتار مردم ترکمن صحرا، کشتار به اصطلاح مقامات نظام سابق بدون هیچ گونه محاکمه درست حسابی. ببینید گره زدید ذهن مردم رو به خون و کشتن و جنگ و قتل و سرکوب، اومدید تو خیابون‌ها زدن و لت و پار کردن مخالفان خودتون رو جلوی چشم مردم گذاشتید، زدید کشتید، اومدید بساط دار وسط خیابون‌ها راه انداختید، انسان ایرانی رو به اسم مجرم و نمیدونم چی و اینها بردید دوتا دوتا چهارتا شیشتا اون بالا جلوی چشم بچه 5 ساله و 7 ساله، اینا دست و پا زدن تا بمیرن. چقدر رو ادام کردید اینجوری؟ بساط رو انداختید وسط خیابون، ملت رو شلاق زدید، تعذیر کردید، چرخوندید، سوار وانت کردید، به گردنش آفتابه و نمیدونم چی انداختید و تو سرش زدید جلوی مردم. شما جنایتکارا جنگ را انداختید، 8 سال چند میلیون جوان ایرانی رو بردید، در شرایطی قرار دادید که کشت و کشتار رو دیدن. ماها بودیم، ماها رفتیم جنگ، ماها در سن نمیدونم 18 و 19 و 20 سالگی به عنوان سرباز و چی و چی ما رو میبردن جنگ و میگفتن ببین این مغز متلاشی شده دوستته، این پیکر تیکه پاره شده سرباز عراقیه، اینجا نگاه کن این جسدا رو، این عملیات کربلای 4ه، اونجا نگاه کن باد کرده جسدا، همه اینا رو ما دیدیم، همه اینا رو میلیون ها جوان ایرانی که برده شدن به عنوان سرباز و بسیجی و خدماتی و بهداری و چی و اینا رفتن. 8 سال هموطنان عزیز، 8 سالی صحنه ها رو دیدم. بعد جنازه ها رو برداشتید آوردید توی شهرها، آوردید چرخوندید، تابوت گردون رو انداختید، بعد توی بیمارستان مجروح ها، دست قطع، پا قطع، نمیدونم نخایی چی، بعد موجی ها رو آوردن، بعد شیمیایی ها رو آوردن، بعد از اون
کشتار را انداختید در زندان ها، قتل عام کردید، لتو پار کردید، شکنجه دادید، زج دادید، تابوتی کردید، شلاق زدید، قفونی کردید، سوزوندید بدناشون رو و بعدم در تابستان 67 اووردید دست جمعی اعدام کردید. به نوعی که اینقدر عجله داشتن گفتم وقت نیست اینا رو به دار بکشید. در بعضی از موارد اینا رو انداختن توی اتاقی که پنجره داشت به سقف اون، از بالای پنجره نارنجک پرتاب کردن بگید تیکه پاره بکنن. قتل عام کردید، بعد اومدید معترضینتون رو در اسلام شهر با هلیکوپتر به گلوله بستید، در قزوین تیربار بستید بهشون، در مشهد حاشیه نشینان رو قتل عام کردید. دوباره اومدید جلوتر، رفتید در سال 78 در خیابانها دانشجوها رو قتل عام کردید، در خوابگاه دانشجوها رو پرت کردید پایین. در این فاصله قتل‌های زنجیره‌ای به راه انداختید، بردید نویسنده و شاعر و فعال سیاسی رو دشنه آجین کردید، انداختید گوشه بیابان. همینطور بیاید جلو تا میرسیم به 88، دوباره قتل عام در خیابان‌ها، دوباره کشتن ندا، دوباره کشتن نداها، دوباره گرفتن بچه ها، بردن در کهریزک، هزار هزار تجاوز کردن، شکنجه دادن، کشتن، جسدهای اونا رو توی ماشینهای یخچال گوشت انداختن، بردن و دفن کردن و همینطور ادامه دادن. به طور متوسط هر 8 ساعت یه زندانی رو اعدام کردن و بعد خشونت در خیابان، کتک، گشت ارشاد، چی تا تونستید جوانا رو زدید، اهانت کردید، تجاوز کردید، کشتید. نمیدونم فلان بسیجی تو کرمان را میافتاد میرفت زنان تنفروش رو سر میبرید و بعد میومد تو دادگاه تبرئه میشد. همه این کارا رو کردید. در دیماه 96 معترضین رو به گلوله بستید، صدها نفر رو کشتید. در آبان 98 جوانها رو با تک تیرانداز شکار کردید، 1500 حتی اقلیه که داره عنوان میشه. هواپیمای مسافربری رو زدید، 176 نفر رو جزقاله کردید در آسمان. همه این کارا رو کردید. یه ملتی رو 41 سال در چنین شرایطی پرورش دادید و تمام کثافت رو برداشتید، بردید در صدا و سیما در قالب فیلم و خبر و گزارش و اینها هزاران هزار بار گذاشتید جلوشون و در منبر و مسجد در مورد فتوحاتتون فریاد زدید. حالا رسیدید به یه جایی که یه خطر واقعی که دست شما نیست، یه خطری که کنترلش دست شما نیست و میبینید که چگونه از این سگان کثیف فرمانده سپاه و نمیدونم مقام دولتی و اون مؤتلفه‌ای تازه مسلمان فاطمه رهبر و چی و چی و قتل عام کرده، همه اینا رو داره حساب شما رو هم داره میرسه. میبینید دست شما نیست، کنترلی نیست و بعد پنهانکاری کردید. از ابتدای بهمن ماه میدونستید که این ویروس اومده تو ایران و خفه شدید و پنهانکاری کردید و برخورد اطلاعاتی امنیتی کردید و گذاشتید که از اون کثافتخانه حوزه های علمیه قم ویروس به سراسر کشور گسترش پیدا بکنه، دونه به دونه جلوی چشم مردم مثل برگ درخت دارن میمیرن تو خیابونا. حالا یادتون اومده آقای نمکی و دار و دسته که چرا مردم اینجوری رفتار میکنن؟ انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. چه اتفاقی؟ مگه کم برای مردم اتفاق افتاده؟ مگه 41 سال اتفاق نیفتاده؟ مگه 41 سال مرگ و هر ساعت 2 نفر دارن در جاده ها تیکه پاره میشن و میمیرن، چند ده نفر دارن مجروح میشن، چند هزار نفر در سال دارن تو جاده ها میمیرن،
مگه کم این مسئولان بیمارستان ها و درمونگاه ها این بر اون بر تصادفی میبینن، سکته ای میبینن، چاقو خورده و غم خورده میبینن، چش مردم پره. آقای نمکی از کجا رسیدی؟ از کره دیگری میای؟ از کشور دیگری میای؟ نمیدونی این 80 میلیون چی کشیدن در طول این 41 سال؟ نمیدونی چی گذاشتن جلوی چشم بچه 5 ساله که ببینه یکی رو دارن به دار میکشن، داره دست و پا میزنه، دهنش کف کرده روی تناب دار و روی جرثقال؟ اینا رو ندیدی؟ تو این کشور نبودی ببینی دارن چی کار میکنن با ذهن و روح مردم ایران؟ امروز تازه اومدی یادت افتاده که مردم ایران چرا اینجوری هن؟ چجوری هن؟ همون جوری که تربیتشون کردن، همون جوری که روانشون رو مورد هجوم قرار دادن. مرگ برای انسان ایرانی قبحش رو از دست داده، اهمیتش رو نه ببینید، نمیخوام بگم مردن برای انسان ایرانی آسان، نه مهمه، هر کس سعی میکنه جان خودش رو، قبحش رو، یعنی تمام اون بار روانی معنادار و نمادینی که سوار بر مرگ بود به عنوان فاجعه، به عنوان پایان، به عنوان درام، نمیدونم بحران، همه اینا رو شما دود کردید، رفته هوا، قبح قضیه از بین رفته. یادتونه در مورد مسائل ناموسی میگفتن، گفتن آقا اون بار اولش خیلی نمیدونم آدم چطور، بعدن دیگه عادی میشه، قبحش از بین میره دیگه. قبح مرگ، وحشت از مرگ، ترس از مرگ، نگرانی هستا، نگرانی و میل به حفظ جان هست در انسان ایرانی ها، در شهروند ایرانی. ولی اگر فکر میکنی آقای نمکی که الان مثل مردم کره شمالی، شما مردم کره جنوبی، شما گفتی بشینید تو خونه، بگن چش بشینیم تو خونه که جانمون رو حفظ بکنیم، بگی سفر نریم، بگن چش سفر نریم، نه همچه خبری نیست. اون جمله معروفی که میگه مردمان یک کشور به تصویر و به قامت دولت مدارانشون هستن، حالا ببینید شمایی که به طور روزانه مرگ رو برده بودید تو زندگی مردم ایران، شمایی که بچه هاتون و گرگزاده هاتون رو میفرستادید خارج از کشور که از این بستر جهنمی که برای یه ملت ستم دیده 80 و چند میلیونی ساختید دور باشن، کیف بکنن، عشق بکنن، دانشگاه های خارج باشن، تو ویلاهای ونکوور باشن، نمیدونم کجا و کجا. ببینید هموطنان عزیز، خانوم زهرا تخشید نوه آیت الله یزدی جنایتکار رئیس قوه قضاییه کجاست؟ توی آمریکا برای خودش داره توییت میکنه، عکس دانشگاهش رو تو آمریکا گذاشته، عکسی که دیروز از دانشگاه هم گرفتم، چراغهای همیشه روشنش، تمام این گرگا رو فرستادن اینجا برای خودشون در ناز و نعمت و امنیت و آرامش. برای مردم ما چی داشتن؟ تو خیابون لگد بزنن تو شکم زن ایرانی، تصویری که الان داره این سوی آن سوی میچرخه، دیگه اجازه بدید ما پخشش نکنیم، بگیرن جوونا رو، دختران ایرانی رو، گیسشون رو بکشن روی زمین، بندازنشون تو ماشین. روسریت اینجوری بوده؟ اینجوری تربیت کردید جامعه رو؟ اینجوری با مردم ایران تا کردید؟ بعد امروز چی میخواید؟ که همه تمام نکات و نمیدونم اینا رو، اونم از قول یک دولت دروغگوی پدر سوخته شالاتان سر تا پا بیناموسی اخلاقی و روانی قبول بکنن؟ کر خوندی؟ فقط در کشور ما پیش نیومده هموطنان عزیز. فرضیه من در مورد این که چرا تن به این صحبت ها و حرف های دولت مردان ایرانی نمیدن مردم ایران، علاوه بر این موضوع بیعتمادی که همه جا داره گفته میشه، این هستش که امر غیر عادی برای مردم ایران عادی جلوه میکنه. اون قوه تشخیص و تمیزی که یک انسان با روان سالم
میبایستی داشته باشه که بدونه این الان معنیش چیه و اون چیه، این خطره، اون خطر نیست، بنابراین برم به سمت رفتار بدون خطر، از رفتار پرخطر پرهیز بکن. اینا رو دیگه حوصله نداره اصلا تشخیص بده. میدونید چه اتفاقی افتاده؟ حساسیت روانی انسان ایرانی نسبت به فاجعه از بین رفته. سیل اومده عدلت رو پار کرده برده کشته، زمین لرزه اومده، سالهای سال مردم دارن در چادر سرما و گرما زندگی میکنن، ویرانه های جنگ، ویرانه های وقایع طبیعی غیر طبیعی اینقدر سر این مردم آوردن که دیگه همه چیز براش عادی شد. میبینید بازم تکرار میکنم اهمیت زندگی سر جاش، همه دوست دارن زندگی بکنن، ولی اون شاخص ها و معیار های روانی که توی ایتالیا و کره جنوبی و چین و نمیدونم کجا میتونن دولت مردان به خودشون اجازه بدن با اتکا به اونها یه سری راهنمایی راه بدن، یه سری دستورالعمل بذارن، یه سری محدودیت بذارن، یه سری قانون بذارن، اینها دیگه در ایران وجود نداره، در ایران کار نمیکنه دیگه. اکثریت جامعه اون ابزارهای روانی لازم برای اینکه بتونه قدرت تشخیص داشته باشه رو از دست داد. واسه همینم اعلام میکنن آقا گیلان داره قتل عام میکنه ویروس کرونا. به محض اینکه تعطیلی اعلام میشه برای ادارات و مدارس دانشگاه در تهران و کجا و کجا، چند صد هزار نفر را میفتن به سمت جایی که صبح زور شب تمام رسانه ها دارن میگن آقا دارن میمیرن اونجا مردم ها، لطفا تشریف نیارید گیلان مازندرانه. صدها هزار نفر، انگار نه انگار، جمله‌ای که ایشون آقای نمکی داره به کار میبره، انگار نه انگار. چرا؟ ببینید بینندگان عزیز، کاری که اینا کردن این استش که جامعه رو آسیب پذیر کردن. آخوند کسافت که تمام عمرش رو به صرف این کرده که تو هجله چی کار بکنه، شب تو اتاق چی کار بکنه، دستشویی میری چی کار بکنه، کل علم و دانشش این بوده در طول 41 سالی که داشته کشورداری میکرده، پاسداری که تا دیروز در یکی از این شهرستانها در شرکت تخلیه چاه کار میکرده الان سردار سپاه شده، خب اینا بهتر از این نمیتونن مملکت اداره بکنن دیگه. این مملکت داریشون بود. تمام ابزارهایی که شما لازم دارید برای اینکه با شرایط غیر طبیعی برخورد بکنید رو پاسدار احمق و آخوند بیشعور سوزونده رفته. دست خالیه الان، دست خودشون که 100% دست جامعه هم خالی شده. یعنی انسان ایرانی هم اون تربیت، اون فرهنگ، اون پس زمینه ای رو که لازم داره تا بتونه خطر رو تشخیص بده و بتونه از جون خود و جون افراد، سایرین، جامعه، ملت و کشورش دفاع بکنه، اینا رو نداره. برای همین هم وقتی که یه مشکلی میاد شما میبینید تو تمام کشورهای اطراف ایران که وضعشون از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، نمیدونم صنعتی، زیرساخت ها و غیره خیلی اونجوری بهتر از ما نیستش. بخواید فکرشو بکنید میبینید در همه جا، نمیدونم در افغانستان 2 تا، در تاجیکستان 3 تا، در عراق 20 تا، این ور اون ور هست، نوبت به ایران که میرسه 11,000 خورده ای، نوبت به ما که میرسه میبینید چند هزار تا کشته، چند ده هزار تا آلوده و داریم میریم به سمت یه فاجعه ملی. چرا؟ اونا که وضعشون از لحاظ اقتصادی و مالی و اینا خیلی بهتر از ما نیستش که. تفاوته میدونید چیه؟ تفاوته اینه که انسان ایرانی قضیهی به اسم وحشت از مرگ رو ازش گرفتن. ببینید چقدر در همین هفته گذشته چقدر اومدن با الکل خودشونو کشتن، الکل سنتی رو هم دارن سر میکشن، کور میشن، قلبشون وامیسته، تمام ریه و شش و جگرشون نمیدونم خون ریزی میکنه، نمیفهمه که با این الکل، با مشروب، با شراب، با عرق فرق داره،
اونم اصطلاحا میگن الکل، جنسش الکل، ولی هزار بلا سر اون میارن، هزار چیز قاطیش میکنن که من تو بتونیم بنوشیمش. این الکل برای آهنه، برای فلزه، اینو نباید بنوشی، اهمیتی نداره براش، مینوشه حسابی هم مینوشه. گروه گروه در اهواز نمیدونم در کجا کجا خبراش داره میادش که قربانی الکل سنتی دارن میشن. ببینید قدرت تشخیص رو دیگه نداره. چی میتونه این قدرت تشخیص رو بده؟ اینکه مسئله‌ای به اسم خطرپذیری برای من مهم باشه، قبل از اینکه این الکل رو سر بکشم به خودم بگم که مطمئنه نیست، یه دو تا سوال میکنم بپرسم، دکتری دواخونه آدم واردی که آقا من خواهم اینو بخورم، ولی چون خیال سر میکشم، جمعی هم میشینیم سر میکشیم. یعنی شما تصور بکنید مثلا عزیز بین 5-6 نفر جوون و غیر جوون آدم بالغ نشستن اونجا، یکیشون حتی نیستش این حساسیت رو داشته باشه که بابا جان این الکل سنتی ها، الکل نوشیدنی نیست، ها یه دو دقیقه صبر کنید، دست نگه دارید، بذار من زنگ بزنم این رفیقم پرستار نمیدونم دکتر بپرسم ببین. اصلا میگیرن سر میکشن، از اون ور گروه گروه میارن بیمارستان، کفن میپیچن میبرن اونجا دفنش کنن. کرونا جای خودش تلفات بر سر این بود. ببینید عزیزان، وقتی که 10 ساله تو این برنامه ها ما میشستیم، تو برنامه های کاوشگری جامعه من توضیح میدادم، گفتم مسخ اجتماعی انسان ایرانی، یادتون هست؟ مسخ اجتماعی انسان ایرانی، یعنی من و شما رو تبدیل کردم به موجودی که بدیهیات زندگی اجتماعی رو تشخیص نمیدیم دیگه. اینکه آشغال رو نباید تو خیابون انداخت، اینکه فش خار مادر نباید به هم دیگه داد، اینکه توف نباید همه جا انداختش، اینکه نمیدونم رانندگی رو باید درست بر اساس قواعد، هزار و یک مثال رو شما در نظر بگیرید، تحت یا حاکمیت ابله عقب افتاده آخوندی پاسداری همه تبدیل شده به زندگی عادی روزمره مردم. الان من مطمئنم خیلی از بینندگانم که دارن اینو میشنون در ایران میگن این راجب چی داره صحبت میکنه؟ راجب زندگی ما داره صحبت میکنه. در حالی که بارها و بارها در همین برنامه ها گفتیم هموطنان عزیز، والا بلا زندگی معنای دیگری داره. به این میگن زنده بودن، به این میگن زندگی. زندگی نیستش، زندگی اینه که شما آرامش داشته باشید، امنیت داشته باشید، زندگی اینه که احترام داشته باشید، حق و حقوق داشته باشید، زندگی اینه که بتونید اون چیزی رو که دلتون میخواد بگید، فیلمی رو که دلتون میخواد ببینید، لباسی رو که دلتون میخواد نگاه بپوشید، نمیدونم آرایشی رو که میخواد. به این میگن زندگی. اینکه من هی بلرزم و بترسم برم بیرون یه موجودی باشم، بیام تو خونه 180 درجه یه موجود دیگری باشم، دنیای بیرونم با درون 100% فاصله داشته باشه، اینکه زندگی نشد. اینا رو ما میگفتیم و گوش بدهکار چندانی نبودش، ولی ببینید چگونه میاد یه ویروس و همه اینا رو به چالش میکشه، حکومت رو، مزخرفات حکومت رو، مذهب رو، خرافات رو، لاتای لات آخوند رو و مد زندگی ما رو، شیوه زندگی ما رو، فلسفه زندگی ما رو، همه رو به چالش میکشه، همه رو میکنه آینه میذاره در مقابل ما، میگه نگاه کنید اینجوری دارید زندگی میکنید، نگاه بکنید این شکلی دارید عمل میکنید، نگاه بکنید این بلاها رو به سر خودتون دارید. پس هموطنان عزیز، هر چقدر که این ویروس در یک کشوری که این گذشته 41 ساله نکبتبار آخوندی رو نداشته میتونه تلفات بیاره، در کشور ما اینو ضرب در ایکس بکنیدش، این رقم ایکس رقم مجهول میتونه 2 برابر باشه، میتونه 5 برابر باشه، میتونه 50 برابر باشه. هر چقدر که تلفات شنیدید در کره جنوبی و در ایتالیا و کجا ویروس کرونا داره میگیره، بدونید اونجا حکومت آخوندی نداشته، اونجا پاسدار بالا سرش نبوده، یه چیز دیگری بوده، ولذا ممکنه 1000 تا کشته بدن، نوبت به ما که میرسه 1000 ضرب در اون عدده بکنیدش.
عددی که خودتون حتی به طور حسی و تجربی هم که شده در داخل میتونید یه ایده‌ای در موردش داشته باشید که ضرب در 2 باید بشه یا ضرب در 20 باید بشه.